خدمات صحی و NHS. در بریتانیا شما نمی توانید که بدون راجع شدن توسط GP و یک دکتر متخصص، مثلا یک متخصص در شفاخانه، دسترسی پیدا کنید. و جز از مراقبت های صحی عاجل، برای بقیه ملاقات هایتان با GP و وعده ملاقات از قبل تنظیم شده ضرورت دارید و باید ثبت خدمات صحی ملی یا NHS هم باشید. بدون نسخه دکتر نمی توانید که دوای خود را دریافت کنید. بدون چند دوای محدود که بدون نسخه می توانید از دواخانه دریافت کنید. خدمات صحی در بریتانیا از طریق خدمات صحی ملی یعنی NHS و بخش صحی خصوصی در دسترس مردم قرار دارد. مردم در بریتانیا برای خدمات صحی ملی ارزش زیاد قائل هستند. این بدان معنی است که همه به مراقبت های صحی رایگان دسترسی دارند. به استثنای چند مورد مانند نسخه ها و دکترهای دندان که یافتن آنها در NHS در برخی مناطق بریتانیا دشوار است. دسترسی به سایر خدمات بهداشتی نیز می تواند چالش برانگیز باشد. برای مثال در بسیاری از مناطق کشور گرفتن وقت ملاقات با دکتر عمومی یا GP یا ثبت نام نزد دکتر دندان NHS همیشه آسان نیست و برای دسترسی به مراقبت های صحی تخصصی ممکن در لیست انتظار طولانی قرار بگیرید. برخی از افراد در چنین موارد بیمه صحی درمانی خصوصی یا مراقبت های صحی را انتخاب می کند. NHS خدمات زیر را ارائه می دهد. NHS Direct وبسایتی است با اطلاعات در مورد شرایط صحی و نحوه دسترسی به مراقبت های صحی که لینک آن می باشد. شماره تماس 111، خط تلفنی که در آن می توانید در طول 24 ساعت با یک متخصص صحت صحبت کنید و در مورد علائم یا نگرانی های خود راهنمایی دریافت کنید و به خدمات مانند دکتر عمومی، GP، دکتر عمومی عاجل، مراکز خدمات صحی عاجل، A&E یا مراکز خدمات محلی و یا امبولانس راجع کردید. خدمات دکتر عمومی یا GP که در آن می توانید طیف وسیعی از متخصصان صحی را در مورد مسائل صحت عامه ببینید. در این جمله دکتران عمومی، نرس‌ها، دایه‌ها و تجویز کنندگان اجتماعی شامل می باشند. قبل از اینکه بتوانید به آنها مراجعه کنید باید با نزدیکترین GP ثبت نام کنید. پس از ثبت نام یک شماره NHS منحصر به فرد به شما داده می شود. باید داشته باشید که شما فقط می توانید با یک GP ثبت نام کنید و در صورتی که نیاز به تشخیص تخصصی ندارید می توانید به GP مراجعه کنید و GP شما را در صورت نیاز به دکتران متخصص راجع خواهند ساخت. مشاوران و متخصصان عمدتاً در شفاخانه ها مستقر هستند. جهت دسترسی به آنها لازم است تا GP یا دکتر عمومیتان شما را به آنها راجع سازند. A&E یعنی بخش حوادث و واقعات عاجل، جایی است که می توانید با دسترسی 24 ساعته به آن برای درمان فوری مراجعه کنید. لازم نیست که از قبل در این مراکز ثبت نام کنید. اگر بتوانید نام و تاریخ تولد خود را یا فرزندانتان را بدهید، آنها شما را در سیستم پیدا خواهند کرد. لذا مهم است که طرز نوشتن نامهایتان را به انگلیسی بیاموزید. مراکز پذیرش NHS مشابه به بخش‌های A&E هستند، زیرا ارزیابی و درمان را برای شرایط یا آسیب‌های صحی غیر تهدید کننده به مرگ اما فوری ارائه می دهند.
دسترسی به این موارد از منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. بنابراین قبل از بازدید با 111 تماس بگیرید. کلینیک های چشم که در مراقبت از چشم و برخی مشکلات شنوایی کمک می کنند. شما باید برای قرار ملاقات و تایید هزینه ها با یک دکتر چشم محلی تماس بگیرید. برخی از عینک ها رایگان هستند، اما برای برخی هزینه وجود دارد. جراحی دندان. دسترسی به دکتر دندان جدید از طریق NHS می تواند مشکل باشد، زیرا در کشور کمبود دکتر دندان وجود دارد و زمان انتظار می تواند طولانی باشد. اگرچه پس از ثبت نام می توانید از طرف صبح با NHS تماس بگیرید تا ممکن در صورت لغو وقت معاینه توسط کسی امکان ملاقات به شما داده شود. همچنین می توانید از طریق 111 به کلینیک دندانی که قبلا رجیستر شده اید دسترسی پیدا کنید. دواخانه ها. دواخانه ها فقط دوای شامل نسخه را به شما می دهند و در ضمن می توانند به شما در مورد مشکلات عام روزمره مشوره دهند و مطابق با مشکل صحیتون دوا تجویز کنند. اگر وظیفه نداشته باشید و یا از مزایای پولی دولت استفاده می کنید، دواهای شامل نسخه برایتان به طور مجانی فراهم خواهد گردید. دواهای بدون نسخه، یعنی می توانید دوایی را بدون نسخه خریداری کنید، اما باید برای دریافت آن پول پرداخت کنید. این دواها معمولا شامل مسکنهای رایج، دواهای حساسیت، انتی اسیدها و مکملهای مانند ویتامینها و غیره می باشند. اپلیکیشن NHS. از این اپلیکیشن جهت گرفتن وقت ملاقات، درخواست دواهای مکرر، استفاده از خدمات 111 به صورت آنلاین و بررسی سابقه صحی مورد استفاده قرار می گیرد. می توانید این اپلیکیشن را از پلی استور یا اپ استور در موبایلتون دانلود نمایید. حمایت از صحت روانی. مراکز خدمات صحت روانی محلی انواع طرح‌های حمایت از سلامت روان را اجرا می کنند. از دکتر عمومی خود بپرسید یا با 111 تماس بگیرید تا بدانید در منطقه شما کدام خدمات صحی روانی وجود دارد. Operation Coverage Scheme برای سربازان اسبق، سربازان ترک خدمت و نیروهای ذخیره نظامی برنامه حمایت صحی روانی را فراهم می کند. بنابراین افراد شامل برنامه عرب با سابقه خدمات نظامی، البته اعضای خانوادهشان در این شامل نمی باشند، می توانند به آن دسترسی داشته باشد. جهت دریافت این خدمات می توانید این اداره از طریق لینک زل در تماس شوید و در غیر آن ما هم می توانیم شما را در این ارتباط راهنمایی نموده و از شما حمایت کنیم. All Rise پروژه ای است که خدمات حمایوی را و زنان متخصص افغان که به خاطر وظایف خیش در افغانستان تحت تعقیب قرار گرفته که این باعث فشار و ضربه روحی یعنی تراما با آنها گردیده است و اکنون به بریتانیا